برای بررسی بیشتر این اخبار همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا، جلسه ستاد مقابله با کرونا امروز برگزار شد. چه نکاتی در این جلسه مطرح شده و به طور کل آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران چه است؟ فرانس، بذار قبل از اینکه برم در مورد جلسه امروز صحبت کنم بگم که انقدر اعضا سرمون ریختن که اصلا فرصت زاری نیست. متاسفانه داشتم میومدم شنیدم که آقای بکتاش آپتین که زندانی بودن و به کرونا متاسفانه مبتلا شده بودن، مثلا زندان اوین واقعا تعلل کردن در اینکه ایشونو برسونن زودتر به بیمارستان، در واقع تحت نظر باشه. ریاش خیلی درگیر شده بود با تا صحبتش بود، تا به خواب مصنوعی برده بودنش و متاسفانه الان شنیدیم که ایشون فوت کردن. یکی از در واقع کسانی که به هر حال این ویروس و آنچنان در واقع در زندان که ما نمیدونیم چه اتفاقاتی داره میفته ایشون هستن، واقعا تسلیت میگم به خانوادش. در مورد تاثیر برانگیزی بود آخر. در مورد ستاد هم بگم که مثل همیشه شنبه ها در واقع ستاد کرونا برگزار شد. امروز هم همچنین آقای رئیسی اومد و گفتش که بعد همه افراد در واقع دوز سوم واکسن رو بزنن، ولی نگفتش که با چه واکسنی قرار هست این دوز سوم تزریق بشه. ما میدونیم که بعضی از واکسن ها، به ویژه واکسن هایی که در ایران وجود داره، برای دوز سوم آنچنان مناسب نیست و حتی برای دوز اول دوم به ویژه در مورد سینوفارم ایمنی در واقع زیادی رو در واقع برای افراد نداشته. ولی با توجه به اینکه آسترازنکا یا به هر حال در بیشتر کشورها به عنوان دوز سوم مصرف میشه و استفاده میشه، الان ما میدونیم که کمبود هست و قرار هستش که این هفته در واقع آسترازنکا برسه به ایران. و در مورد مثلا گفته میشه که مثلا واکسنی که مثلا پاستور تولید کرده، پاستوکوورگ یا پاستوکوور پلاس که تولید کرده، برای دوز سوم ممکنه به درد بخوره و استفاده بشه. ما میدونیم که به هر حال تاکنون انسولی پاستور با کمک کوبایی در واقع همکاری با اونا مثلا 6 7 میلیون دوز تونسته واکسن تولید کنه و تبلیغ به وزارت بهداشت بده و به نظر میرسه بر دوز سوم مشخص نیستش که واقعا چه واکسنی و چگونه خواهد بود. و نکته بعدی در مورد پروتکل‌های بهداشتی بودش که بله، خب در بیشتر جاها به ویژه اینکه عادی سازی شد، به ویژه در ایران مردم هم به هر حال بالای 70% مردم واکسن دو دوز رو زدن، یه مقدار خیالشون راحت شده و پروتکل بهداشتی راحت نمیشه، خیلی جاها ماسک زده نمیشه، تجمع زیاد هست به ویژه در مدارس و نانبایی ها و کارگاه های کوچک همیشه گزارش شده و شکایت شده که اونجا هم در واقع پروتکل رعایت نمیشه. و این بودش. و اینکه مدارس هم همچنین دیگه به هر حال امتحانات بچه ها داره و مدارس و دانشگاه داره حضوری برگزار میشه، ولی خب به نظر میرسه که اونجا هم آنچنان پروتکل های در مورد به ویژه در مورد اومیکرون رعایت نشده و خود مدارس و مدیران هستن که باید اونا رعایت بکنن. ممنونم از تو همکارم لیلا سعادتی، اینجا در استودیو همراه ما بودیم.